همراهان محترم کانال، با درود فراوان با من همراه باشید در سومین قسمت از سری ویدیوهای بررسی مهمترین نقل و انتقالات فوتبال اروپا. چلسی انگلستان. آبی‌های شهر لندن پس از حمله روسیه به اوکراین دوران جدید رو شروع کردن. با خروج آبراموویچ و آمدن مالک آمریکایی پات بولی، شیرهای لندن در خط حمله رحیم استرلینگ از لیورپول، کوکوریا از برایتون و کولیبالی از ناپولی رو به خدمت گرفتن. اونها خط حمله، هافبک و دفاع خودشون رو به نوعی تقویت کرد. آنتونیو رودیگر، لوکاکو، کریستیانسن و تیمو ورنر از مهمترین خروجی‌های چلسی هستند. چلسی باید در ادامه تکلیف انتقال آلونسو به بارسا و کپا رو مشخص کنه. همچنین گفته میشه دیونگ، ستاره بارسا در خط هافبک، قراره که به جمع آبی‌های لندن اضافه بشه. رئال مادرید اسپانیا. پس از فصل رویایی کهکشانی‌ها، اونها تا به اینجای کار انتظارات طرفدارانشون در نقل و انتقالات رو برآورده نکردن. پس از ناکامی بزرگ مدیران رئال مادرید در جذب فوق ستاره فرانسوی کیلیان امباپه، فقط رودیگر و شوامنی به جمع لوس بلانکو اضافه شدند. تیم رئال مادرید با رفتن بیل، یوویچ و مایورال هیچ آلترناتیوی برای جایگزینی فوق ستاره شون، یعنی کریم بنزما، در خط حمله ندارن و باید دید آیا پرز دست از صرفه‌جویی برمی‌داره یا خیر. لیورپول انگلستان. قرمزهای بندر لیورپول تا به اینجای کار خریدهای کمی داشتن و به نظر نمیرسه که تمایلی به خریدهای بیشتری در بازار نقل و انتقالات داشته باشه. اونا داروین نونیز، ستاره باشگاه بنفیکا، رو به همراه کاروالی از فولام خریدن. نونیز در این فصل به همراه محمد صلاح خط حمله بسیار مخوفی رو تشکیل دادن. در سمت مقابل سادیو مانه و اوریگی و کاریوس از جمع لیورپولی ها خارج شد. ممنون از اینکه مثل همیشه همراه هم بودید. توی کامنت ها برام بنویسید که ستاره این فصل نقل و انتقالات چه بازیکنی بوده.